خدمات مشترک مطبوعات دادگاه شهر سن پترزبورگ روسیه روز 17 آگوست سال 2023 از انجام مرافعه دادگاهی یک زن شهروند تاجیکستان با نام سنفبر یورونوا خبر داد. این زن برای شکستن یک شیشه آب در ایستگاه نقلیات جمعیتی از ماه اکتبر سال 2022 در بازداشت قرار داشته است. دادگاه نویه مسکو شهر سن پترزبورگ روز 17 آگوست سنفبر یورونوا را بر اساس قسم دوم ماده 213 کودکس جنایتی روسیه در افباشی گناهگار شناخته و 50,000 روبل جریمه بست. خود این زن تاجیک و ادوکات و نزدیکانش برای شرع این قضیه دسترس نیستند، ولی بنا به فرضیه تفتیشات و دادگاه یورونوا روز 5 اکتبر سال 2022 هنگام در ایستگاه نقلیات جمعیتی استانسیا مترو مسکوفسکایا قرار داشتنش با مقصد تأثیر منفی روانی رسونیدن به آدمان شیشه آب را درای حرکت ترالیبوس پرتافت. شیشه شکست، پاره‌های آن به اطراف پاش خوردند و شهروندان ترسیدند. سبب چنین رفتار خشمگینانه این زن تاجیک گفته نشده است، اما گفته می شود که این علاقه دومین مرافعه دادگاهی سنفبر یورونوا بود. او را به این مرافعه از بازداشتگاه مهاجران رو به اخراج از شهر کراسنای سلو آوردند. قبلا 8 آگوست سال 2023 دادگاه نویه اکتبر شهر سن پترزبورگ یورونوا را در ویران کردن قانونهای بود و باش و کار در روسیه نیز گناهگار شناخته به 5,000 روبل جریمه بسته و حکم بیرون کردنش از قلمرو روسیه را برآورد. به گفته دادگاه سنفبر یورونوا 3 سال پیش همراه 3 فرزند خودش و 2 فرزند شفرش از تاجیکستان به روسیه آمده در بعضی میوه و سبزوات سفیسکای کار میکرد، ولی او در آنجا غیر قانونی کار میکرد و پتنت نداشت. خدمات مطبوعات دادگاه پترزبورگ هم چنین ذکر کرده است که فرزندان سنفبر یورونوا نه به باغچه و کودکستان میرفتند و نه به مکتب. نتیجه بود و باش غیر قانونی در روسیه 2 سودی و 55,000 روبل جریمه گفته میشود در انجام اجرای دادگاه.